با سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز، ماه بهمن قرار داریم در انقلاب بهمن. انقلاب شد، هممون میدونیم که سرنوشتش به کجا ختم شده. عده آخوند از دل انقلاب بیرون اومدن و قدرت رو به دست گرفتن. امروز ما در مقابل نسلی قرار داریم که حقانیت انقلاب رو در واقع زیر سوال قرار میدن. در این ارتباط میزگردی داریم از دو نسل، خانم هایده در آگاهی، فعال حقوق زنان و فعال سیاسی در سوئد، خانم لیلا دانش، فعال سیاسی چپ، خانم شیوا خاکپور، حقوقدان. سلام بر همه شما، خوش اومدین. ممنون. هایده جون، من سوالم رو از شما شروع می کنم. میخوام ببینم موقع انقلاب شما کجا بودی اصلا؟ موقع انقلاب من تهران بودم و وسط انقلاب بودم. حالا باید خدمتتون بگم که من استاد پاکسازی شده دانشگاه تهرانم، تخصصم ادبیات انگلیسیه. شب عید 57 در واقع من از انگلستان بعد از پایان تحصیلاتم برگشتم تهران و بلافاصله در دانشگاه تهران به عنوان استاد با کرسی استخدام شدم. همون سال سال انقلاب بود و به دنبال تظاهراتی که در شهر و دانشگاه‌های دیگه تهران یک چیزی به وجود اومد به اسم تشکلی به وجود اومد به اسم سازمان ملی دانشگاهیان که همه مثل همه تشکل‌های دموکراتیک در زمان شاه غیر قانونی بود و عضویت رسمی و اینا نداشت، ولی همکاری داشت. در ادامه این قضیه، یعنی در پاییز اون سال، اعتصاب بزرگ کارگرای نفت شروع شد که طبعا غیر قانونی بود و پول نداشتم، یعنی برای هزینه زندگیشون. ما شروع کردیم به پول جمع کردن برای این حرکت نفتگران و پول خیلی زیادی اینترنتشون یه مقدار ضعیفه. جایی که هایده جون هستن اینترنتش ضعیفه. صدا هست؟ بله، صداتون الان هست. بعدش من از طریق یه دوست خیلی نازنینی که بعدا زیر شکنجه جان باخت به اسم عباس انتظار حجت، با یکی از کسانی که با خانواده های کارگران در ارتباط بود، پول دانشگاه رو به اتفاق دو استاد دیگه بردیم به جنوب. هنوز شاه در قدرت بود و ما باید یه مقداری مخفی کاری رو رعایت میکردیم. رفتیم اونجا و این پول رو داشتیم میدادیم به فعالین نفتگران اعتصابی، که نکته خیلی مهمی که تو ذهن من مونده اینه که هرگز حتی یک بار نه صحبتی از اسلام شد، نه صحبتی از آقای خمینی شد، نه هیچی. ما از آبادان رفتیم اهواز، از اونجا رفتیم بندر محشر که شنیدیم که استادای دانشگاه تهران در دبیرخونه دانشگاه تحصن کردن. ما بلافاصله برگشتیم و من رفتم و از بالای دیوار دبیرخانه دانشگاه در خیابون امیرآباد رفتم وارد تحصن شد. در اون تحصن ماها چهار تا زن بودیم و بقیه مرد بودن. در ادامهش دوره پیش آمد که شاه از ایران رفت. بحثی که در اون موقع وجود داشت این بودش که ما میخوایم دانشگاه به صورت شورایی اداره بشه. در یکی از این جلسات که من نشسته بودم با استادان دیگر دانشکده ادبیات، خبر آمد که سازمان چریکا فعالینش توی خیابونن و بعد دیگه قیام و انقلاب شروع شد. شب قیام حکومت نظامی بود، نمیدونم لیلا یادش هست یا نه.
ماها طبعا حکومت نظامی رو رعایت نکردیم، آمدیم توی خیابونا و همه جا البته شلوغ نبود، خیلی خلوت بود و نمیدونستیم شب چجوری برگردیم خونه. ما رفتیم در چیز منزل اونا شب و خوابیدیم و فرداش آمدیم وسط روز انقلاب. در واقع این اون لحظه ایه که من در جریان انقلاب بودم. اتفاقاتی که در اون روز افتاد برای همیشه در ذهن من نقش بسته. مردم حمله کرده بودن به پادگان ها و هر کسی یه چیزی دستش بود. یه جوانی یادمه یه دونه نارنجک دستش بود سوار دوچرخه، انگار نه انگار که اگه منفجر بشه چه به سرش میاد. لیلا جون اگه امکان داره شما هم خاطرت، یعنی اون جایی که بودین در اون مقطع رو به طور خلاصه اگه بگین ممنون دارم. بله، من دانشجو بودم زمان انقلاب. من دانشجوی علم و صنعت بودم، مهندسی مکانیک میخوندم و مثل همه اونای دیگه که تو انقلاب شرکت داشتن، فقط همون سال از خیلی پیشتر، یعنی دانشگاه که خب به هر حال همیشه اعتصابات و فعالیت‌های اینجوری داشت از قبل از اینکه انقلاب در سال حرکت‌های اعتراضی در سال 56 در واقع شروع بشه، ولی با تمام حرکت‌های اعتراضی که تو تمام اون دوره بود، چون این اعتراضات از سال 56 دیگه با اعتصابات یا اعتراضاتی که تو دانشگاه ها قبلا میشد خب تفاوت داشت، چون دیگه بیرون از دانشگاه بود، تو خیابونا بود و ابعاد دیگه‌ای پیدا کرده بود و دیگه مسئله فقط دانشگاه نبود. بنابراین شرکت توی همه اون حرکت‌های اعتراضی یکی از کارهایی بود که همه ما دانشجویانی که تو اون دوره بودیم تو دخیل بودیم و شرکت داشتیم. من شخصا تو شهرهای زیادی رفتم تو همون دوره، ولی جای اصلی سکونتم تهران بود چون دانشجو بودم توی تهران. و بعد از اینکه دانشگاه ها بسته شد بعد از 17 شهریور، حکومت نظامی شد و دانشگاه ها بسته شد، من از اون فاصله، البته نه، تا موقعی که زندانیان سیاسی توی آبان ماه آزاد شدن هم هنوز تهران بودم. از آبان تا موقع انقلاب من دیگه توی آبادان بودم که اونجا برحال من خودم اهل آبادان هستم، خانواده من اونجا بودن و اعتصاباتی که اونجا بود و حرکت‌های اعتراضی بود که من، چون البته اینا رو جاهای دیگه گفتم خیلی خلاصه میگم، ولی تمام اعتراضاتی که به خصوص تو آبادان تا مقطع انقلاب من داشتیم، هر روز تظاهرات بود توی محلات کارگری و همه ماها بودیم، ماهایی که قرار میذاشتیم تو محلات کارگری تظاهرات میکردیم و رسوندن، جمع کردن خبرهای اعتراضات و رسوندن به جاهای دیگه و کمک کردن به وقایعی که تو اون موقع اتفاق و اینا، مجموعه کارهایی بود که تو اون دوره مشخص اتفاق بود. تو خود روز سقوط شاه من تهران نبودم، ولی بلافاصله بعدش برگشتم تهران و به هر حال توی وقایع بعدی. کاری که تمام دانشجوهای شهرستانی در اون مقطع انجام داده بودیم. شیما جان، نگاهی شما الان به عنوان یه نسل جوان، نسل بعد از ما در واقع، میخوام ببینم نگاه شما نسبت به انقلاب بهمن چیه؟ من فکر میکنم که اول از همه خیلی تغییرات زیادی توی زندگیم داشته این دیده من به شخصه، یعنی دوره بوده که سنای پایین تر، چون همیشه برای من از نظر فکری شرایط هیچ وقت مساعدی نبود و هیچ چیزی منطقی برام نبود، دوره بوده که فکر میکردم واقعا خب چرا، یعنی اینقدر بد بوده، اینقدر مشکل داشتن، اینقدر مثلا مسئله پیش اومده، تا زمانی که خب یه بحثش هم این بود که ما اینترنت اون موقعی، منم متولد دهه 60 هستم، یعنی اونقدی به اون سنی نیستم که مثلا بچه هایی که توی بلافاصله به اون زمانی رسیدن که قابلیت تشخیص رو داشتن از اینترنت و ابزارهای امروزی اینترنت برخوردار بودن. به خاطر همین خیلی این دیدگاهی که به ما منتقل می شد دیدگاه شخصی، یعنی تجربیات شخصی افراد بود که دهن به دهن می چرخید، هر کسی هم با نظر خودش می گفت، یعنی خیلی کم پیش می اومد که حالا شانس بیارم تو خانواده چیزی باشم اونا فکت به من ارائه بدن که چه اتفاقاتی افتاده.
دوره این اتفاق افتاد، اما خب به خاطر همین دسترسی و بعد آشنا شدن با آدمای بیشتر، از اکسپوز شدن به طبقه های مختلف جامعه توی یه ذره سنهای بالاتر، این به آدم کمک میکنه، به من به شخصه کمک کرد که ببینم نه خب مطالبات همونی بوده که الان هست، همونی بوده که قبلش بوده، قبل از مثلا رضا شاه بوده، همونی بوده که قبلترش بوده، فقط حالا ممکنه یعنی ریشه و اساس بنیادین همون بوده، فقط ممکنه یه سری در ظاهر یه سری امور فرق کنه، ولی اتفاقا ریشه یکیه، خواسته ها، آزادی، عدالت اجتماعی همش یکیه، منتها تو مقاطع مختلف به نتیجه نرسیده. به همین دلیل من این دیدگاه هم واقعیتش اینه که عوض شد، یعنی یه ذره فکر میکنم هم با پختگی فردی، هم به خاطر تجربه هایی که آدم میبینه ای خب منم الان تو همین موقعیتم، منم الان به همون خفقان، یعنی در همون خفقان و به همون چیز رسیدم، درجه از عصبانیت رسیدم که دیگه بیرون پامو نمیتونم بذارم، چون مثلا یه آدمی تا کمرش توی سطل آشغاله، یکی دیگه با بنز واقعا اون ورتر نشسته فلان کافه داره میره. و به خاطر هم من فکر میکنم با آگاهی به این که من آدم ها باید تجربیات شخصشون رو بدونن که در چه از چه امتیازاتی برخوردارن در هر مقطعی، و الزاماً من ممکنه 100% جامعه نباشم، با توجه به اینکه من ممکنه اتفاقاً 10% جامعه باشم، 20% جامعه باشم و باز برای من هم سخته، من فکر می‌کنم این به من خیلی کمک کرد که مثلا در سالهای بعدی بعد از تینیجری و اینا بتونم به این نتیجه برسم که نه خب واقعاً چیزی نبوده که مثلا از روی سرخوشی یا بدون دلیل اتفاق افتاده. مرسی هایده جون، من از شما یه سوال دارم، چون الان با اون چیزی که بررسی کردیم، خب مراحل در واقع 40 خورده اندی سال از انقلاب گذشت، شما خب از شروع انقلاب بودی، آیا فکر میکنی، چون خیلی الان وقتی تو با صحبت به میون میاد، خب دیدیم که خیلی کسا بودن حتی با انقلاب ولی از انقلاب کنده شدن و دیدگاه دیگه ای دارن، آیا شما فکر میکنی رژیم شاه قابل اصلاح بود؟ من فکر میکنم که رژیم شاه قطعا قابل اصلاح نبود، ولی یه اتفاقی که افتاد و منجر به این شد که ماها در اون شرایطی قرار بگیریم که کسی مثل آقای خمینی بیاد و رهبری اون حرکت رو به عهده بگیره، این بود که به گمان خود من شاه به جای این که به حرف مردم از شروع قضیه گوش بکنه و متوجه ابعاد این حرکت اجتماعی باشه، شروع کرد به سرکوب در شروع امر و بعدن هم یادم یکی از شعارهای مردم این بود وقتی ازهاری را آورده بود، میگفتن که ما میگیم شاه نمیخوایم نخست وزیر عوض میشه، یعنی ولی اگر در شروع امر، یعنی همون اوائلی که من از ایران آمده بودم، یعنی حدود 10 ماه اقلا قبل از انقلاب، اگر حکومت بختیار و شاه سر کار می آورد، ما این فرصت رو داشتیم که بتونیم تجربیات سیاسی و اجتماعی به دست بیاریم. من فکر میکنم که حکومت جمهوری اسلامی فرزند خلف و اجتناب ناپذیر حکومت شاه، به این صورت که ماها به هیچ عنوان نتونست، ما تجربه نه تجربه سازماندهی داشتیم، نه تجربه توجه به مسائل اجتماعی داشتیم. الان به چپ ایران میگن شماها در کشتارها، در اعدام رهبران ارتشی زمان شاه اعتراض نکردین، راست میگن، ننگش بر ما باد، و هیچ وقت در دورانی که در دوره حکومت شاه بود و کوچک داشتن کوچکترین کتاب جدی حکم زندان به دنبال داشت، تا چه رسه به سازمان یافتن، بحث سیاسی، پختگی سیاسی، ما این امکانات رو نداشتیم که بتونیم به طور واقعی مسائل مختلف سیاسی و اجتماعی رو تحلیل کنیم، عمیق بشیم در ساختار جامعه. در این شرایط
میگم در شرایط خفقان سیاسی شاه بود که یک آدم بی اطلاع سطحی مثل آقای شریعتی نقش رهبری فکری جامعه رو به خودش تفویض میکنه. مرسی. لیلا جان، شما نسبت به مرحله‌ای که در انقلاب بودی الان چی فکر میکنی؟ پشیمونی از اون گذشته یا نه؟ اگه بازم پیش بیاد ادامه خواهی داد؟ قطعا پشیمون نیستم. ببینید این قبل از اینکه بخوام به بقیه سوالتون جواب بدم، فقط یه نکته میخوام بگم که انقلاب اینطوری نیست که یه عده آدم تصمیم میگیرن برن انقلاب بکنن بعد راه میافتن میرن تو خیابون انقلاب راه میفته. اعتراضات گسترده‌ای وجود داشت و اتفاقا مربوط به همون سوالی که قبلا هم پرسیدین که آیا قابل اصلاح بود، چون اینو خیلی از کسا ممکنه الان بگن، حتی در نسل جوانتر هم ممکنه این مطرح باشه که آیا واقعا تنها راهش انقلاب بود، چون انقلاب همیشه به دلایل عجیبی با خشونت تداعی میشه، در حالی که خشونت ابزار قدرت حاکمه، نه اینکه نه کسانی که برای احقاق یک حق، برای گرفتن یک حق و یک مطالبه یا یک خاصی اعتراض میکنن به همون صاحبان قدرت. بنابراین در مورد اینکه قابل اصلاح بود یا نه، اگه بود خودشون میکردن. رایده درست میگه، میگه از 17 شهریور تا موقع تغییر رژیم، تا سقوط رژیم شاه چندین دولت عوض شد، چرا هیچ کدوم نتونستن کاری بکنن؟ و اینو میخوام بگم برای اینکه بگم اجتناب ناپذیر شد اون اتفاقی که افتاد، به این دلیل که ببینید اون این نتونستن شاه این نبود که فقط دیکتاتور بود، که بود برای خوندن کتابی درباره انقلاب صنعتی در اروپا، انقلاب صنعتی در اروپا نه چیز دیگری. شما باید فکر میکردین چند سال باید برین زندان اگه همچین کتابی داشته باشین. این کتاب جزو کتاب علوم اجتماعی در سطح دبیرستان در کشورهای غربیه. خب در یک همچین فضایی بحث از آزادی سیاسی بنابراین مطرح نبود. ولی مسئله فقط آزادی سیاسی هم نبود که حالا اون بحث رستاخیز و این حرف ها که اگه عضو نمیشین برین و این حرف ها هم همه هست. موضوع اینه که ببینید من اینو یه نکته، با اینکه شما اینو نپرسیدین ولی دوست دارم اینو بگم، چون خیلی از کسانی که الان توی انواع اقسام تلویزیون و کانال های مختلف اینترنتی صحبت میکنن، بحث از این میکنن که رشد اقتصادی انقدر بالا بود چی میخواستین؟ جامعه ایران تغییر کرده بود، مدرن بود. میدونید اینا نکاتیه که خیلی مهمه که روش انگشت بذاریم. اولا مدرن بودن حکومت شاه همونقدر به اصطلاح میتونه قابل قبول باشه یا بهش میتونیم چیز بکنیم که مثلا بگیم که یه دولتی میتونه، دولت جمهوری اسلامی میتونه اصلاح طلب بشه مثلا، یا مدرن بودن اونا با مونارشی همیشه توی رده کنسرواتیسم قرار گرفته، تو سنت های کنسرواتیسم قرار گرفته، از دولت های مذهبی تا دولت های پادشاهی همیشه توی سنت محافظه کاری بودن. بنابراین این مدرن بودن اینا هم اصلا هم یه داستانی، همونقدر اونا مدرن بودن که دولت جمهوری اسلامی زده امپریالیسته مثلا. ولی این که اتفاقاتی که در رابطه با اقتصاد ایران افتاد به نظر من خیلی مهم بود. من خودم از خانواده کارگری هستم که اتفاقا افزایش دلارهای نفتی و بالا رفتن ثروت تو جامعه رو تو خانواده خودم می دیدم. یعنی اینا چیزایی نیست که فقط بحث تحلیل های اقتصادی باشه، کاملا اینا محرز بود. ولی وقتی که اون تغییری که در زندگی خانواده های کارگری می شد، تا حدودی حالا کارگرای نفت بود که همه جای جامعه هم اینطوری اصلا نبود، جنوب ایران به هر حال یه مقدار ویژه بود با بقیه جا، ولی خود اون دلارهای نفتی که اومده بود، خود نزدیکان شاه میگن توی مصاحبه ها و خاطراتی که می نویسن که نمی دونستیم چه کار کنیم با اینا. ببینید ما با یه جامعه طرف بودیم که بعد از اصلاحات ارضی در سال 40 وارد شده به یه پروسه پروسه کاپیتالیزاسیون توی جامعه سرمایه‌داری تبدیل میشه، روستاییان از شهرها کنده میشن میان تو حاشیه شهرها ساکن میشن، ولی ساختارهای جامعه تغییر نمیکنه. قدرتی که در جامعه هست هیچ چیزی رو تغییر نمیده که بتونه متناسب بکنه برای زندگی میلیون ها نفر تو جامعه که از بازار، از کار قبلی، از زمین کنده شدن تا به کارخونه ها و به صنایع مدرن برسن. ببینید تو همون دوره سالهای 50 که معادل دهه 70 میلادی هست، بحران های سرمایه‌داری تو همه جای دنیا شروع شد.
بحران نفت بحران معروفیه تو اون دوره دیگه. اون موقع بحث توسعه اقتصادی برای خیلی از دولت‌ها مطرح شد، از جمله دولت‌هایی که مشابه دولت ایران بودن، کره جنوبی. چرا شاه نتونست این کارو بکنه؟ شاه که قدرت دستش بود که، مملکت که دستش بود که، چرا نمیتونستن برای بیرون اومدن از اون وضعیتی که توش گرفتار شدن؟ چون پیش شرط رشد اقتصادی وجود داشت، ولی این بحرانی که همه جهان سرمایه رو گرفته بود، یقه سرمایه داری ایران رو هم گرفته بود. ایران که جدا نبود که فقط ما یه مرز کشیدیم دور خودمون، چون که پادشاهی هستیم و 2500 سال پادشاهی داشتیم، هیچی سراغ ما نمیاد. خب این بحران وقتی اومد، شاه باید چه کار میکرد؟ باید میتونه از همون راهلایی که موجود بود یکیشو انتخاب میکرد دیگه. یکی از این نمونه ها نمونه کره جنوبی بود. چرا شاه نتونست این کارو بکنه؟ چرا نتونست اون چیزی رو که همین الان معادلش رو آقازاده ها و یا دولتی کردن به اون مدلی که جمهوری اسلامی داره میکنه، شاه همین کار رو هم نکرد؟ تو همون خانواده هزار فامیل خودشون همه چیز باقی مونده بود. بنابراین و نه فقط اینکه از درون طبقه خودش کسی رو دخیل نمی‌کرد، ساختارهای لازم در جامعه هم حتی وجود نداشت برای اینکه بتونه به توسعه بیشتر، توسعه سرمایه‌دارانه صنعت در جامعه بپردازه. خب از یک طرف این اتفاق، از اون طرف هم مسائل سیاسی و اختناق سیاسی که فکر میکنم بنظر کافی اشاره کردیم بهشون. خب همه اینا به دست همیده میشه انقلاب. اینجوری نیست که کسی، یعنی خود ماهایی که بودیم کسی ما تصور نمیکردیم. از 56 ما تو خیابون بودیم، ولی کسی فکر نمیکرد که این به کجا خواهد رسید. اون اتفاقی که نهایتا اتفاق میفته، مجموعه اون چیزهاییست که در یک جا با مجموعه نیروهایی که در اعتراض جامعه، قدرت‌های کاری که دولت حاکم خودش میکنه و بقیه فاکتورها. بنابراین به یک معنا باید گفت که اگر انقلاب شد، خود حکومت شاه مسبب انقلاب شد. در نتیجه در حقیقت باید اینو در مورد جمهوری اسلامی میشه گفت، هر دولتی به همون شکلی که رفتار میکنه، شکل اعتراض به موجودیت خودش رو هم سامان میده در واقع. بنابراین به همه این معنی ها من میخوام بگم که من مطلقا پشیمون نیستم. ما کاری رو که باید میکردیم انجام دادیم و متاسفانه شکست خوردیم و بسیاری از بحث هایی که امروز موضوعیت پیدا کرده که در موردشون حرف بزنین، از ندامت ها و یا همه چیزهایی که شما گفتین، بخش زیادش بخواد عوارض همون شکست هاست. به قول دوستمون شیوا گفت که در اینترنت نبود یا امکانات نبود. بله، یه دوره زیاد. حتی برای خود ما که تو اون انقلاب بودیم، من حرفی رو که الان دارم میزنم در مورد اینکه چرا انقلاب شد رو اگه سال 65 ازم میپرسیدید نمیتونستم بگم اینطوری، چون بالاخره الان تحقیقات زیادی راجع به این مسئله هست، بحث های زیادی هست و به خصوص برای همون کسایی که از به اصطلاح با دفاع از موضع سلطنت این حرفا رو میزنن، باید این همه تحقیقات دانشگاهی زیادی در این زمینه اتفاق صورت گرفته، بحث های زیادی هست، خاطرات زیادی از اطرافیان خود شاه نوشته شده و همه اینا میتونه یه تصویری بده از اینکه چه چیزهایی اتفاق افتاد که باعث شد جامعه به اینجایی برسه، یعنی باعث سرنگونی حکومت شاه شد. در واقع لاله جان، اون چیزی که مطرح کردی، من تو یه مصاحبه قبلی هم گفتم، کلاس 9 خرمگز رو گرفته بودیم برای خوندن. باور کنین این خرمگز رو اینقدر لای پارچه میپیجوندیم، اینقدر یواش، اینقدر به هم دیگه که هیچکی متوجه نشه که ما داریم خرمگز میکنیم. امروز هم شرایط خیلی سخته برای نسل جوان، ولی نسل جوان به دنیای مجازی راه داره. ما اینو نداشتیم. یعنی یکی از چیزهایی رو که سلطنت واقعا سرکوب کرده، عدم اطلاعات ما. یعنی ما از شرایط تاریخی گذشته خودمون هیچ اطلاعی نداشتیم. امروز شیبا میتونه اونو تحقیق کنه از طریق همون چیزی که شما مطرح میکنین، از سال 65 به بعد راحت‌تر براتون کار تحقیقاتی شروع شده بود. و به انضمامی که انقلاب شیبا جان اصلا از جنوب شهر شروع شده، اصلا ما کاری نبودیم در شروع اون چیز، از اون جایی شروع شد که خونه ها به ویرانه تبدیل شده بود توسط ماشین هایی که شهرداری فرستاده بود، حلبی آباد هایی رو که با خاک یکسان کرده بود. در واقع انقلاب از اونجا آغاز شد و دانشجوها بهش پیوستن. یعنی همون چیزی که تقریبا ما در قیام 96 و 98 شاهدش بودیم.
مردم بودن که انقلاب رو شروع کردن و دانشجوها و نیروهای سیاسی به اونا پیوستن، نه اینکه اونا آغاز کننده انقلاب بودن که امروز یک برمیگردن میگن شما چرا کردین. حالا من یه سوال دارم، با شرایط اجتماعی سیاسی جامعه ضرورت اون حرکت رو چقدر میبینین الان شما شیوا در اون جامعه ایران؟ قطعا من فکر میکنم که هر ثانیه که میگذره ما داریم به خسارت هامون اضافه میکنیم. و مسئله میدونید از نظر من چیه؟ ما یه سری، همونطوری که گفتم، یه سری مسائلی هست که همواره وجود داشته توی مملکت ما، و بخشیش به خاطر مسائل مختصات جغرافیایی و تاریخچه است، بخشیش به خاطر مسائل، یعنی در واقع اون فرهنگی که به دلایل حالا استثمار و اینا اعمال شده توی جامعه، همه اینا هستش. منتها مسئله اینه که هر چقدر زمان میگذره این مسئله عمیق‌تر میشه و یک سری زیرساختایی که من با دوستان خیلی وقتا صحبت میکنیم که ما بچه که بودیم، من توی همین نظام به دنیا اومدم، نظام اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، آموزشی، همش همین، یعنی مال جمهوری اسلامی ایران بوده، نه مال نظام شاهنشاهی. ولی الان من وقتی به اطراف خودم نگاه میکنم، به دیدگاه ها نگاه، به دیدگاه منظورم به زندگی یا به رفتارها، به یه سری برداشت ها و تحلیل ها نگاه میکنم، احساس میکنم یا ما از مریخیم یا اینکه اینجا مریخه، ما مثلا از یه جای دیگه اومدیم. به خاطر اینکه منظورم اینه که هر روزی که میگذره یه سری زیرساخت های به نظر من داره تخریب میشه، که من در زندگی خودم دارم میبینم، که واقعا آدم رو دیگه به بنبست میرسونه. و من همونطوری که شما اشاره کردیم، خانم لیلا اشاره کردن، قاعدتا هیچ کسی فکر نمیکنه میخواد انقلاب کنه. شما اول اتفاقا مردم، من فکر میکنم عامه مردم میخوان کم هزینه ترین حرکتی رو که میتونن با بیشترین راندمان انجام بدن. مثلا یک دغدغه، مشکلیه، میخوان اون رو حل بکنن. ولی وقتی که در مقابل یک مثلا کوچکترین حرکتی اشد عکس العمل مجازات وجود داره، یا اینکه شما اصلا راهکاری برای حل موضوعات، مشکلات، هیچ کدوم از مشکلات نداریم، و در طول تاریخ یک نظامی این همینجوری به صورت مدور، به صورت یه سیکلی، مثلا یک دوره یه نوع سرکوب میشه، یه دوره حالا میخوان یه سری روابط برقرار کنن، این کم رنگ‌تر میشه، ولی دوباره تو دیماه 96 همون اتفاق میفته که مثلا سال 60 دهه 60 اتفاق افتاده، یعنی از نظر شکنجه، برخورد، سرکوب. و این نشون میده که بنابراین هیچ چیزی در این نظام بهبود که نیافته، هیچی، فقط تغییر شکل میده با توجه به منافع کسانی که دارن ادارش میکنن. بر همین اساس من فکر میکنم این غیر قابل اجتنابه که شما وقتی به بنبست میخورید مسیرهای کم هزینه ترتون، همچین حرکتی اتفاق میفته و ضرورت هم داره. منتها من حالا گفته بودی سوال بپرسم از خودتون، من میخوام بدونم فکر میکنید چون شما اون زمان بودید، الان با اون دوره چه مختصاتیش از نظر شما که خیلی مهمه فرق میکنه، و چه چیزیه که شما اگر که برگردید و بخواید پیشگیری کنید از یک سری شکست ها، از همون ابتدا چه چیزهایی هستش که مثلا دوست دارید نسل من بدونن؟ هاید جون، شما حاضرین اینو جواب بدین؟ با کمال اشتیاق. من اولا این حرف شیوا رو کاملا درست میدونم که مطالبات جامعه از فرض بکنیم نیمه دوم قرن 19 تا امروز، اینا هیچ وقت گم نمیشه، بلکه ادامه پیدا میکنه. یعنی اون چه که در انقلاب مشروطیت به دست نیامد، دوباره یه بار دیگه در دوره این انقلاب مطرح میشه، دوباره در ذهن همه شماها هست که نسل فعلی هستیم و اونجا حضور داریم.
این به نظر من چیز بسیار مهم و مثبتیه که ما خیال نکنیم که با سرکوب این دوره یا با سرکوب اون دوره یا با اتفاقاتی که موقتا آدمو اصلا ناامید میکنه که این مطالبات گم میشن و جامعه فراموش میکنه و روی این سمنت کشیده میشه. نقش مهم همین مصاحبه به نظر من اینه که این سمنت نباید کشیده بشه، بلکه باید این تجربیات ارزیابی بشه، جمع‌آوری بشه. جامعه در مقطع انقلاب 57 مطرح شد و اجرا شد و سرکوب شد و جزو آگاهی جامعه شد، شیوه حکومت شورایی. یعنی ما در دانشگاه ها اومدیم شوراها رو تشکیل دادیم. این بسیار مهم بود. مجبور شدن در همه جا بیان بدلشو بزنن، شوراهای اسلامی دانشجویان، شوراهای اسلامی کارخانه ها. اون چه که دستاوردهای اون انقلابه الان اصلا در ذهن بخشی از جامعه چیز نیست، تثبیت شده نیست، در حالی که اون انقلاب الان این امکانو میده که یک آدمی مثل دوستمون شیوا که اینجا نشسته با این درجه از پختگی از تغییر و تحولات جامعه صحبت بکنه. ما این آگاهی ها رو نداشتیم و این آگاهی ها فقط به خاطر اینترنت نیست، این آگاهی ها در عین حال از این زاویه است که دیالوگ اجتماعی بالاجبار به وجود اومده و این دیالوگ در باز شدن ذهن و راه یابی برای تغییر بسیار مثبته. یه مسئله دیگه هم که فقط میخوام اضافه بکنم اینه که انقلاب وقتی صورت میگیره که ترس دیگه کارگر نیست. هیچ کدوم ماها آخرین چیزی که تو ذهنمون بود ترس بود. این به خاطر این نبود که ما شجاع بودیم، این به خاطر شرایط اجتماعی بود که مثل وقتی که آدم عاشق میشه دیگه محاسباتو از دست میدی، سود و زیانو نمی کنی، دیگه فکر نمی کنی من میخوام با حد اقل هزینه بالاترین دستاورد داشته باشم. من میگم آدم وقتی که یعنی شرایط وقتی انقلابیه، مردم دیگه به این بها نمیدن، فعالین اون انقلاب و اقشار مختلف اجتماعی دیگه به این توجه نمی کنن که دارن ضرر میکنن یا سود میکنن، کشته میشن یا دستگیر میشن. وقتی کار به اونجا برسه دیگه جلوی اون انقلابو نمیشه گرفت. مرسی. فکر میکنم به سوالتون لیلا هم جواب بده کاملتر دیگه. درسته که واقعا هایده خیلی خوب توضیح داده، ولی لیلا هم بهش پاسخ بده درس دیگه. من دو تا نکته کوچولو دارم بگم در ادامه صحبتی که هایده گفت. به نظر منم وضعیت همون جوری که ما از دور میبینیم و این چیزها رو داریم، برداشتار داریم، شما که اونجا هستیم و از نزدیک میبینیم، وقتی که وضعیت به جایی میرسه که دیگه بحث بر سر یک مطالبه و دو مطالبه نیست، بر سر حق زندگیه، بر سر همه زندگیه، بر سر همه چیزهاییست که به انسانیت آدم ها مربوط میشه. و اینا البته باستاب های مختلفی داره توی اقشار و گروه های مختلف. ممکنه یک کسایی از لحاظ اقتصادی وضع بهتری داشته باشن ولی مشکلات دیگه از لحاظ اجتماعی براشون مطرح باشه. بخش دیگه، بخش بزرگتری از جامعه میدونیم امروز که حتی همون مسئله اقتصادیش هم، همون که خود شیوا جان هم خودش اشاره کرد، میدی تو خیابون میبینی بچه تا نصف بدن یا آدم بزرگ تا نصفش تنش توی سطل آشغال دولا شده. من میخوام بگم که اگه بحث بر این باشه که به چه چیزی باید توجه کرد، من میگم تعمیق و گسترش مبارزه است تو همه این عرصه‌ها و همه اون چیزهایی که به زندگی همه ما مربوط میشه. و اینم من متوجه میشم که شما، من البته اول به شما گفتم هر چیزی که زیر سوال میبرید هم زیر سوال ببرید و این حق هر نسلیه، این حق هر نسلیه. ما هم این کارو کردیم. یعنی اگه نسل جدیدتر یه چیزهایی رو زیر سوال نبره، راه رو باز نمیکنه برای خودش. این که شما بتونید از تجربه دیگران، از تجربه پیشینیانتون استفاده کنید، ببینید چه چیزهایی بود، چه کارهایی که همونجوری که من فکر میکنم خیلی شاید به عنوان چپ در مقیاس عمومی شاید کمتر بشه اینجوری گفت، ولی من خودم شخصا جز کسانی بودم که راجع به اینکه حزب توده چه کار کرد تو سال 20 تا 32 واقعا رفتم خوندم. میخواستم ببینم چون آدمای توده‌ای رو هم میشناختم دور و برم،
دیده بودم آدمایی که برای خیلی از این آدم ها آدم های شریفی بودن، ولی میخواستم ببینم چه اتفاقی افتاد اونجا. و این و فکر میکنم در مورد نسل‌های جدید امروز هم همینطوریه. شما با تاریخ رو باید دونست، نه به خاطر اینکه انقلاب میشود یا نمیشود، باید بدونی تو مملکتی داری زندگی میکنی چه اتفاقاتی تو اینجا افتاده. آیا اینا چیزایی که ما تو کتابای تاریخمون خوندیم هموناییه که واقعا بود، یا این همه ماتریالی که هست که میتونن راجع به اینا تصویر روشنتری بدن چقدر به من کمک میکنه تا خودم بتونم تصویر خودم رو بسازم و بفهمم چه کار باید بکنم با شرایطی که توش قرار گرفتم. به این معنی من فکر میکنم نسل جدید ضمن احاطه پیدا کردن به تجربیات نسل قبل حق داره و وظیفه داره که راه خودش رو پیدا بکنه. هیچ کس نمیتونه بگه هر کاری که ما کردیم همش درست بود. من شخصا این حرف رو مطلقا نخواهم زد، چون هر نسلی باید بدونه که اشتباهات تاریخی خودت رو هم داری. به اضافه تاریخ مال نسل جدیده دیگه، تاریخ نسل جدیده که قراره جامعه رو جلو ببره. ما که دیگه از دور بازنشستگی هستیم دیگه، اون نسل جدیدی که قراره به آینده فکر کنه و خودش محمل پیش برد اون تغییرات در جامعه باشه، باید بتونه و اون مسئولیت داره البته، و این مسئولیت رو هم باید متوجه باشیم که این هم همون جوری که امروز یه عده ما رو به خاطر مسئولیت امروزمون مورد سوال قرار میدن، هر نسلی در مقابل دوره خودش باید مهر خود اجازه داشته باشه، حق داشته باشه، امکان داشته باشه که مهر خودش رو به تغییرات جامعه بزنه، از گذشته درس بگیره و چشمش رو به آینده بدوزه تا بتونه تغییری تو جامعه خودش برای خودش و برای نسل خودش به وجود بیاره. شیوا جان، من امیدوارم که جواب سوالتو مطمئنا گرفتی، ولی فکر میکنم همونجور که لیلا و هایده مطرح کردن، شماها دیگه یعنی تجربه از انقلاب مشروطیت رو به اینور رو باید بررسی کنیم. یعنی همونجور که لیلا گفت، ما در مقابل نسل شما آره امروز هی تمام تلاشمون اینه که توضیح بدیم که ما هم اشتباه داشتیم هم راه درستی رو پیش گرفتیم. یعنی نمیتونیم بگیم که صرفا اشتباه کردیم، نه اصلا همچه چیزی نیست. و اگر الان برای سن من همون مسئله پیش بیاد دقیقا همون کار رو خواهم کرد، ولی با آگاهی بیشتر. دیگه به این مرحله رسیدم که بدون آگاهی گام برداشتن یعنی در واقع محصول رو در سبد دیگران ریختن، تا کشاورزی کن محصول رو به در خدمت دیگران قرار دادن میشه. همون کاری که ما کردیم، تلاش کردیم، کوشش کردیم در سنینمون، یعنی واقعا از هیچی نمیترسیدیم به خاطر که اینو زندگی به ما آموخته بود. یعنی شما چه از لحاظ دموکراسی الان تو جامعه شما نیست به خاطر اینکه اون دورم نبود. یعنی وقتی میان صحنه‌ای رو از دانشگاه تهران نشون میدن، جالب اینجاست که تمام تبلیغات حول این محور داره میگرده که ایده‌ای از دختر و پسری که مثلا میرفتیم دانشگاه رو دارن نشون میدن و میگن به به زمان شاه این بوده. ولی ببینید الان شما برای چادر دارین مبارزه میکنید. آره این حقوق مدنی منه و من باید براش مبارزه کنم، و من برای کسایی که تو اون راه گام برداشتن و مبارزه میکنن ارزش فوق‌العاده‌ای قائلم. ولی به اینم نگاه کنن که اگه الان فولاد سرکوب میشه، هفت‌تپه سرکوب میشه، اون موقع کارخانه چید کرج فقط احتساب کرده بودن که به حقوق خودشون برسن. یعنی خواسته صنفی، برای خواسته صنفی 6 نفر کشته شدن. تو کارخانه چید قائم‌شهر کشته شدن، تو بجنود کشته شدن. یعنی تمام اینا خواسته های صنفی داشتن، یعنی همون چیزی که الان هست. ما نتونستیم واقعا به اون هدف برسیم به خاطری که آگاهی تاریخی درستی نداشتیم. من اجازه دارم یه نکته کوچیکی بگم. من یه چیزی که دوست داشتم بگم اینه که بحثی که لاقل تو این دو دهه اخیر تو ایران در رابطه با بحثی که اصلاح طلبان آوردن در رابطه با خشونت و خشونت پریزی برای اینکه میخواستن جمهوری اسلامی رو از درون اصلاح بکنن، بحث خشونت و خشونت انقلاب رو همه جا هم با هم چیز میکنن، با هم میذارن، نه فقط اصلاح طلبا، نه فقط اون اصلاح طلبانی که امروز در رکاب شاهزاده دارن فعالیت میکنن، حتی خود اعوان و انصار سلطنت و مدافعین سلطنت هم همه همین بحث خشونت و انقلاب رو که چرا اصلا انقلاب کردید، مگه باید، یعنی گویا انگار اصلا همیشه باید شما به اصلاحات فکر کنید و خشونت مال اون کسیه که اعتراض میکنه. این بحث خشونت با این که
آبان و دی 96 و آبان 98 تا حدود اینو کنار زده، ولی هنوز به نظر من بحث خیلی مهمیه. برای اینکه این شیوانم خودش اینو گفت که ما اینطوری نیست که شما از همون اول میگید الان من میام یا این کارو میکنی یا من همه چی رو منفجر میکنم. مگه آدم دیوانه است؟ مردم میخوان زندگی کنن. میگه بابا جان کرایه خونمو نمیتونم بدم، باید برم پشت بون اجاره کنم. این خود نفس خود این یعنی از بین بردن حقوقی که هر بشری تو این جامعه، تو همین جامعه سرمایه داری، تو همین جهان سرمایه داری داره. به اضافه من میخوام بگم که در مقابل این بحث خشونت خیلی نایب نباید بود اولا، ثانیا همون حقوق بشری که امروز خیلی از این خانوم ها و آقایونی که از این چیزا حرف میزنن مدافعش هستن و یکی از دستاوردهای همین جامعه در رابطه با خیلی از مسائل بوده، حق اعتراض رو به رسمیت، حق اعتراض مسلحانه رو حتی به رسمیت میشناسه. شما اگر که مردم رو به جایی گذاشتید که نون ندارن بخورن و دیگه کلیه فروختن هم حل نمیکنه مشکل رو، بچه های 10 ساله باید دارن خودکشی کنن. این همون نکته که قبلا گفتم، خود دولت تعیین میکنه که چطوری باید در مقابلش ایستاد. دقیقا به دنباله صحبت لیلا، ببینید به این علت ما انقلاب کرده بودیم در ارتباط با مسکن. 60% حقوق یک پرسنل برای اجاره خونه در زمان شاه میرفت. 60% حقوق یک پرسنل فقط برای اجاره خونه بود، اونم چه خونه ای در تهران. حتی شهرستان هم اوضاع خوبی نداشتن، یعنی از لحاظ اقتصادی، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ دموکراسی. فقط ظاهری که اینکه 4 تا دختر با دامن و مثلا چیز میگم، این حق منه لباس پوشیدن، حق هر انسانیه که چگونگی لباس پوشیدنش رو خودش انتخاب کنه، دیگران نباید براش تعیین تکلیف کنن. ولی این به معنای این نیست که اون دوره خیلی بهبه و چهچه بود، ما از سر سیری اومدیم شروع کردیم به انقلاب کردن و از سر سیری اومدیم تو خیابون اون همه کشته دادیم. حالا شیما جان، به نظر من شما خودت چه انتظاری از نیروها داری؟ چه انتظاری؟ چه فکر میکنی؟ من اول از همه یعنی فکر میکنم که خیلی برای من، چون من خودم رو فعال سیاسی نمیدونم، که به خاطر اینکه یه سری مختصات ویژه‌ای داره کسی که فعالیت سیاسی میکنه، باید یک سری فعالیت‌های ویژه‌ای انجام بده. من هنوز خودم اصلا به هیچ عنوان اون نمیبینم، ولی به همین دلیل فکر میکنم مثلا توی فعالیت خودم وقتی نگاه میکنم، صنف‌های مختلف وقتی نگاه میکنم، توقع من از هر صنفی اینه که اون دلایل اصلی رو که بعدها به هر شکلی در جاهای مختلف به شکل انواع نابرابری، انواع زیر سوال بردن حکومت قانون، حالا قانون درست، ساختار درست منظوره، یا از بین رفتن عدالت اجتماعی و محدود کردن آزادی به هر شکل میشه، اینا همش یک سری ریشه های استثماری مشخصی داره. من توقعم از فعالا اینه که در هر زمینه‌ای، حتی در صرف این که وقتی دارن یه فعالیت ساده‌ای انجام میدن، واقعا روی کردشون به کارشون با دغدغه های اینجوری باشه. فکر میکنم در همین، یعنی در همین حد اگر باشه خیلی ما کارمون پیش میره. اگر وکیل باشه یا اگر حالا قانونگذار، که اصلا دیگه جزء سیستم و خب بحثش جداست، ولی اگر وکیل هستیم باید اون رویکردهایی رو که در برابر کلیت جامعه و در برابر کلیت دولت ما میگیریم، حتما نه به این معنا که از فلان زندانی سیاسی دفاع کنیم، ولی به این معنی که وقتی خواستای صنفی میخواین یا وقتی که در مقابل فرض کنید این مصوبات اداری و مصوبات مربوط به وکالت صحبت میکنیم، با دغدغه های آزادی و برابری و عدالت اجتماعی ما پیش بریم. یعنی اون ریشه ها اگر که مخاطب قرار بگیره، به نظر من همین این فعالیت های صنفی هم خیلی کمک میکنه به
اینکه هم حرکات فرسایشی نباشه، چون شما دارید فعالیت خودتون رو با دغدغه خودتون انجام میدید، هم در این حال سطحی نمیشه که نتیجه عکس داشته باشه که حالا دولت باز بیاد برای یه سری مذاکرات مانور بده با شما و باز دوباره از اون استفاده ابزاری بکنه، به شما یه امتیازی بده که 4 روز بعدم پس میگیره. من فکرم حالا این هستش با این هست. هایده جون، شما برای این که در واقع اون تجربه تلخ که شکست انقلاب بوده دوباره تکرار نشه چگونه باید عمل کرد؟ خیلی خیلی سوال بزرگیه. کاشکی که من جوابشو داشتم، ولی فکر میکنم اصلا هیچ وقتم از قبل روش ننوشتم، میدونی؟ اینم یه حقیقته. یعنی هر بار که ما شکست میخوریم دشمنان ما قوی تر میشن و راه های برخورد با فعالیت های ما رو اونا هم یاد میگیرن. اینطوری نیستش که آدم میتونه بیگدار به آب بزنه و بعد امیدوار باشه که اگر گرفت گرفت، اگر نگرفت نگرفت. اینطوری نیست. به طور خیلی واقعی اولا ماها که در خارج از کشور هستیم جز همین بحثا کمک زیادی نمیتونیم به دوستانی بکنیم که دارن در اونجا، چون که حتی اگر نبض جامعه دستمون باشه تمام تلاش ها باید از طرف اونها باشه و ما فقط فکر رو اینو بکنیم که بیایم بعدا از نتایجش بهرمند بشیم، بیایم تو اون جامعه ولی به طور واقعی هیچ ضمانتی برای پیروزی یه حرکت از پایین و چیز جز با میبخشی. صداتون قطع شده. قسمت آخر صحبتتون اگه انجام بدید. نه، من فقط میگم چیزی که ما یاد گرفتیم که امیدواریم که این نسل فعلی از اون محفوظ و مسئول باشه اینه که با درجه خیلی بالایی از آگاهی عمل کنیم. همین. مرسی. لیلا جان، شما چی فکر میکنی با تجربه بسیار چه کمکی میشه کرد که از شکست مجدد به اون شکل خودداری بشه؟ راستش فکر کنم کسی که میره مبارزه میکنه اول شیر یا خط نمیندازه بگه حالا پیروز بشم یا شکست بخورم. همه میرن که پیروز بشن. همه هر کاری که میتونن میکنن، از به قول شیوا توی فعالیت سنفی یا هر کی تو سنف خودش کارشو درست انجام بده تا اون کسی که فعالیت سیاسی میکنه، همه برای اون به این فکر میکنن که تغییر میخوایم بدیم. درسته. و به نظر من وقتی ما تو جامعه که تو جامعه ایران الان با نیاز به تغییراتی که دیگه از همه در و دیوار جامعه میباره و همین امروز دیر شده برای اون تغییرات، اینجا دیگه بحث فقط سر اینه که همین الان چه کار باید کرد. و بنابراین اینکه این مبارزه باید باشد و باید ادامه پیدا کنه طبعا همینطوره. از اینکه در درون جامعه اونجا چه کارهایی میکنن، همونجوری که هایده هم گفت، خب اونو کسانی که اونجا هستن تا این اون آدمای اکتیو در صحنه هستن، ولی روشنه که حمایت ما یا بحث ها یا حرف ها یا انتقال تجربه همه اینا میتونه برای جای خودش رو داشته باشه. و حمایت مهمه، حمایت همیشه مهمه. همینطوری که بالاخره اگر اعتراضاتی که به درباره مسائل کارگری توی همین دورهای اخیر بود یا زندانیان سیاسی یا هر چیزی، صدای اینا رو به جای دیگه رسوندن. ولی مهمتر از همه اینا به نظر من اینه که باید تصوری از جامعه آتی داشت. این اون چیزیست که نسل ما نداشت. ما خیلی اینو به عنوان اون آرمان خواهی ما رو محکوم کردن. من فکر میکنم تو جامعه‌ای که بشر برای بچه 10 ساله به خودکشی فکر میکنه، اگه آرمان خواه نباشی باید به حال اون جامعه گریه کرد واقعا. یعنی این آرمان رو نمیتونید محکوم. آرمان برای تغییر دادن جامعه است. هر کسی برای هر تغییری که فکر میکنه آرمانی داره برای اینکه اون بهش برسه، آرزویی داره برای اینکه مطابق اون عمل کنه. بدون این نمیشه به اصطلاح مطمئن بود که به جایی میرسیم. ببینید، ما وقتی که حرف میزنیم بحث بر سر فعالیت من و تو و اون و اون و اون و چند نفر آدم نیست،
بحث بر سر تغییر سیاسی در جامعه است و تغییر سیاسی نیروی سیاسی میخواد، حرکت سیاسی میخواد. و تو اینجا وقتی که وارد میشیم اون وقت بحث سنت‌های سیاسی هم مهم میشه. سنت کنسرواتیسم سلطنت طلب چه کار میخواد بکنه با جامعه اگه بیاد؟ نمیشه بی تفاوت بود نسبت به این مسائل. ببینید ما تو اون دوره‌ای که ما بودیم 40 سال پیش، و این مسئله فقط مربوط به ایران نیست، مربوط به هر جامعه دیگری هم بود، که انتظارات یا اخبار، وقایع، دیدگاه هایی که وجود دارن اصلا به شکلی که امروز در دسترس هست برای همه نبود. امروز شما میتونید فکر کنید که در آمریکای لاتین در مقابل سیاست های نئولیبرالی در شیلی چه کار کردن، در آرژانتین چه کار کردن، در برزیل چه کار کردن. ما تو دوره ما اصلا این چیزا نبود. خب با اینا همه اون چیزهایی است که میتونه کمک بکنه به اینکه تصویر روشنتری داشته باشیم از جامعه ای که میخوایم، و این تصویر روشنتر شامل همه ابعاد زندگی میشه، چه در عرصه سیاست، چه در عرصه اجتماع، چه در عرصه فرهنگ، چه در عرصه حقوق اجتماعی آدم، زن، مرد و همه آحاد شهروندان یک جامعه، و مهمتر از همین عرصه اقتصادی که امروز با اون کاری که جمهوری اسلامی داره میکنه و آلترناتیوی که جمهوری اسلامی آلترناتیو همه جناح‌های به اصطلاح خواهان حفظ نظام سرمایه‌داری است، همین رو دارن پیش میبرن. این یعنی که به انشقاق کشوندن بیشتر جامعه. این جامعه اگر این وضعیت رو بخواد ادامه بکنه، حتی اون مبارزاتی هم که شما اشاره میکنید به اینکه هر صنفی کار خودش رو از دست درست انجام بده، من میتونم اونی باشم که اخلاق خیلی بالایی دارم و کارمو خیلی درست انجام میدم، ولی اگر نتونم اون چیزی رو که مهمه تو جامعه تغییر بدم یا بهش کمک بکنم، همون وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد. به هر جا پیش نری دوباره پس عقب روندنت آسون میشه. دقیقا من میخواستم همین قسمت رو برای شیوا باز کنم، چون من مدت طولانی نیست که اینجا اومدم. من در محیط کارم خیلی تلاش میکردم تغییرات ایجاد کنم و ارتباط بسیار بسیار، و دیشب داشتم با یکی از دوستا همکارای خودم که زنگ زده بود خاطره ای رو تعریف میکرد در مورد بالینی بیماری گرفته بودیم و کاری که ما براش انجام داده بودیم، داشت به عنوان یه خاطره بسیار زیبا تعریف میکرد. بعد برگشت گفت داره ما مثلا فلان کار رو کردیم. گفتم هیچ کس امیدوارم در نظام بهداشتی جامعه، یعنی قسم پرستار یا پزشک نباشه در جامعه ایران، چون اگه بشه بین دو چیز قرار میگیره. اگه برای مریض تو کار انجام ندی، مریض میمیره. اگه بخوای اون کاری که تو داری با تمام وجود، با اون حقوق بسیار بسیار اندکی که واقعا شبان روز کار میکنی ولی به هیچ جا نمیرسی، کارم زیادم که بکنی، خب مسلمه تو بخش خصوصی تو ایران، تو بیمارستان ها که مسلما شامل کارخونه ها و قسمت های در واقع کارهای خدماتی بهره برداری که از نیروی کار انسانی میکنن، مثلا 2 تا پرسونل بالای 30 تا مریض داشت. این با تمام قوا تلاش میکردی برنامه ریزی کنی، مثلا بیایی چیز کن، ولی در نهایتش به کجا میکشی؟ یعنی من با کی روبرو بودم در نهایتش؟ مگه میتونستم اون چیزی رو که میخواد دلم، مگه میخواست میتونستم اون برنامه ای رو که دلم میخواد پیاده کنم؟ چرا بر بال سر من کسایی بودن که با برنامه های دیگه اصلا خواهان این مسئله نبودن؟ یعنی من مجبور بودم برای اینکه بتونم محیط خودم رو سالم کنم در مقابل دانشگاه که قسمت بالاش قرار داشتن قرار میگرفتم، و اونا کی بودن بالایی ها؟ بالایی ها کسایی بودن که از طرف این نظام انتخاب شده بودن. پس من نمیتونستم اصلا اون باشم، یا من با انسان ها باید در اینا حل بشن یا در مقابل اینا قرار بگیرن. اگه واقعا دلمون برای اون پیرمرد و پیرزنی میسوزه که تا کمر تو سطح زباله خمن و نمیتونن غذاشون رو تهیه کنن. خیلی ممنون از شرکت همتون. اگه خودتون سوالی یا گفته‌ای دارین که میخواین بیان کنین، من به گوشم. من فقط میخواستم یه نکته ای رو بگم که از بین این صحبت ها در اومد، و اون اینه که یکی از مهمترین ضرورت های ملزومات یک دورنما برای موفقیت
در یک حرکت اجتماعی داخل در داخل کشور داشتن یه دید انترناسیونالیستیه. این که مثلا فرض بکنی جنبش زنان باید هم اطلاع داشته باشه راجع به اینکه در جاهای دیگه دنیا داره چه اتفاقی میفته، همین که با اونا ارتباطات زنده داشته باشه، شبکه‌ای، جنبش کارگری، جنبش معلمان، اینا از فراتر از اصناف، دورنماهای سیاسی مختلفی که در جاهای مختلف دنیا گروه‌های مختلف جلوی پای خودشون گذاشتن. اون اتفاقاتی که مثلا توی آمریکا افتاد وقتی که جنبش 99%ها در آمریکا مثلا، اینا نه فقط درس داره برای آدم، بلکه در شرایط فعلی اقتصاد جهانی، در شرایط جهانی شدن سرمایه، نمیشه فقط در سطح ملی عمل کرد و نمیشه دانش بین المللی در زمینه‌های مختلف رو از نظر دور کرد. مرسی. من فقط این نکته میخواستم بگم، تشکر میکنم از این دیگه و به خصوص از شیوا جان به خاطر صحبتاشون، و انتظار داشتم که بیشتر سوال ببرن حقیقتا، و واقعا اینو تشویق میکنم و اینو میگم که به نظر من برای ما هر نسلی، یعنی مثل بچه های خود ما، آدم با بچه خودش چطوری رفتار میکنه، باید زیر سوال ببری تا بتونی راه خودت رو پیدا کنی. دقیقاً صحبتی بود که من قبل از چیز، یعنی از بچه ها همینو خواسته بودم، از نسل جوانی که بعد از ما هستن، گفتم من دوست دارم ما رو به چالش بکشیم تا هر اندازه‌ای که در توان داری. ممنون از شرکت همتون. شیوا جان من یه چیزی رو میخواستم در ادامه، اول ممنونم مرسی از همه این صحبتهایی که لطف کردیم، باعث افتخارم که تونستم شرکت کنم، ولی در خصوص این بحث آخری که کردیم، من در ادامه صحبتتون میخواستم دقیقا همینو بگم که وقتی یک کسی مثل من فعال سیاسی خودش رو نمیبینه، حداقل در مقطعی که یک حرکت گسترده که من هم بتونم در شرکت کنم نیست، منظور اینه که دقیقا همین، یعنی فکر من اینه که یعنی دقیقا همین حرکات عمیق ریشه‌ای باید باشه و ساختاری که تبدیل به خواسته ها و مطالبات سطحی به اصطلاح قشنگ نشه و بشه در واقع تغییر واقعی و ساختاری رو داد که نهایتاً کل حال یک نظامی رو متحول میکنه، به علاوه قطعاً نظام سیاسی و اقتصادی که خب اون نظام سیاسی رو تعیین میکنه، اون اصلاً قاعدتاً از همین زیر مجموعه های ساختاری تشکیل شده. منظور خواستم اینو اگر که سوء تفاهمی شده توضیح بدم. منم ممنونم از همه، مرسی که دعوت کردی منو. خواهش میکنم، ممنون از شما که پذیرفتین، ممنون از هر سه تون که این دعوت رو پذیرفتین، خیلی ممنون، تشکر.